24 امین نمایشگاه رسانه های ایران سه روز قبل به کار خود پایان داد این نمایشگاه پس از 6 سال توقف از سر گرفته شد به گزارش همکارم میلاد شادمان توجه بفرمایید 24 امین نمایشگاه مطبوعات تهران که روزهای 29 بهمن تا 2 اسفند 1402 در محل مصلی تهران برپا شده بود به کار خود پایان داد این نمایشگاه پس از توقفی 6 ساله امسال در حالی دوباره از سر گرفته شد که در طول 24 دوره برپاییش فراز و فرودهای زیادی را در شکل و محتوای خود داشته است این تغییرات از نام نمایشگاه گرفته تا محل برپاییش و تا حال و هوا و جنب و جوش در آن را شامل می شود شاید بتوان گفت که این نمایشگاه و کیفیت برپایی آن آینه تمام نمای حال و روز مطبوعات و رسانه ها و روزنامه نگاران در ایران است. کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن خرید مطبوعات از سبد نیازمندی های روزانه طبقه متوسط و شهری در ایران مشکلات اقتصادی و تشدید تحریم ها و کمبود ارز برای واردات کاغذ فشار نهادهای امنیتی بر مطبوعات مستقل و بازداشت خبرنگاران و صدور احکام حبس های طولانی صرفاً به جهت انجام وظایف خبرنگاری ایشان رشد قارچگونه سایت های خبری با بودجه نهادهای نظامی که صرفاً کارشان جنگ سایبری است تا فعالیت حرفه‌ای خبری و رسانه‌ای گوشه ای از مشکلات مطبوعات و رسانه های ایرانی است از دیگر شاید در دنیا عمر نسخه کاغذی مطبوعات رو به پایان باشد و نسلی که صبح به صبح عادت کرده بود از خانه که خارج می شود در کنار خرید نان صبحانه روزنامه اش را نیز از کیوسکا بخرد جایش را به نسل هایی می دهد که در گوشی ها و تبلت ها خلاصه اخبار را سریعتر و راحتتر و رایگان می خانند. و از بوی کاغذ روزنامه و مجله هم حس و حال نوستالژیکی ندارند دست کم دو پدیده نسبتا نوظهور در زمینه تولیدات چند رسانه ای در ایران روزنه های امید را پیش روزنامه نگاران جوان ایرانی روشن نگه داشته است. علا رقم مشکلات عدیده در زمینه گران بودن اینترنت و کندی آن و قول وحشتناک و آزاردهنده فیلترینگ اما جامعه جوان و پویای ایرانی در سالهای اخیر در دو زمینه یه تولید پادکست ها، رادیوهای اینترنتی و نیز تلویزیون های اینترنتی و به طبع آن میزگرد های ویدیویی در پلتفرم ها رشد چشمگیری داشتند. میلاد شادمان خبرگزاری اخبارشیه.